تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می‌کند. سلام به شما بیننده های خوب تیوی پلاس، با یک برنامه تئاتری دیگه در خدمتون هستیم. تماشاخانه دیوار چهارمیم، جایی که این روزا یه نمایش بسیار زیبا به اسم بولدوزر روی صحنه هستش. با عوامل اصلی این کار گفتگویی انجام دادیم. خانم شبنم قلی‌خانی عزیز، جناب آقای پویا امینی، از شما دعوت میکنیم که با ما و این گزارش همراه باشیم. خوشحالیم توی شهری زندگی میکنیم که تئاتر یک بخش اصلی رویدادهای فرهنگی و هنری اونا تشکیل میده. سلام عرض میکنم خانم قلی‌خانی عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره با شما دارم صحبت میکنم. خیلی ممنون، منم خوشحالم. خوشحالم به تئاتر بولدوزر. مرسی خانم قلی‌خانی. نمیپرسم چطور بولدوزر، خب حتما همون مسیری که همه تئاتر طی میکنه، مخصوصا که میدونم قبلا فیلمی بازی کردین که در واقع همین داستان و همین نقش رو در اون فیلم به کارگردانی جناب سنجابی داشتین و حالا الان در این تئاتر دوباره اون رو تجربه میکنین. بیشترین چیزی که میخوام بپرسم اینه که چرا انقدر تئاتر؟ یه جوره دیگه اصلا شما رو بیشتر ما فقط تو تئاتر داریم میبینیم. کل تابستون امسال من چند تا سناریوی در واقع سریال و سیناپس سریال و اینها خوندم. واقعیت اینه که هیچ کدوم من رو در واقع جذب نکرد، حالا نقشا یا البته من که بخوام بگم کارا ضعیف بود، ولی شاید نقشایی که به من پیشنهاد شد نقشای خاص و متفاوتی نبود از نقشای قبلیم. با تئاتر خیلی راحتم. اولا که همیشه گفتم یک جور ورزشه برای بازیگر. همیشه هم به هنرجوام میگم که من خودم حتما سالی یکی دو تا تئاتر رو کار میکنم، به این دلیل که احساس میکنم وقتی رو صحنه هستم هر شب دارم یک نقش رو پرورش میدم، انگار مثل یک بچه‌ای که دارم بزرگش میکنم. خودم بیشتر یاد میگیرم از بازیگری و زوایای پنهان در واقع وجود خودم به عنوان بازیگر شکوفا میشه، چیزی که تو تصویر اتفاق نمیفته واقعا. یعنی همه چی لحظه 90، خیلی فورس ماژور، همه چی تو عجله است، هلهلکیه و اون کشف و شهود در رابطه با یک کاراکتری که شما تازه باش مواجه میشین توی کار تصویر اصلا اتفاق نمیفته. خب تئاتر این امکان رو به من میده و من حالا خیلی میگم مشتاقانه سالی یکی دو تا تئاتر رو کار میکنم حتما. شما در پشت صحنه تئاتر بولدوزر چند تا ماجرای حاشیه‌ای داشتین؟ چی بوده؟ شخص شما چی بوده؟ ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد از تولد شما. حالا ظاهرا ماجرای حجاب خانم آزاد نامداری یک ماجرایی شده به طور کل، یعنی ما ایشونو با من مطلبی در یکی از سایت های معتبر سینمایی، در واقع یکی از سایت های بسیار معتبر اخبار سینمایی و اینها، ویدیو رو دیدم با این عنوان که خانم نامداری که چادری هستن بدون چادر در تولد خانم قلی‌خانی بودن، که آهنگ اندی اونجا داشته پخش می‌شده و این تعارضات رو مثلا عجیب بوده. آره برای من تولدتون بگه، خیلی هم براتون تولد گرفتن اینجا، من تبریک میگم همینجا بهشون. خیلی ممنون. امشب البته روز تولد من، ولی خب مناسبت خوبی شد که ما اینجا باشیم برای تولدتون. خیلی لطف داشتن. از چند یک هفته 10 روز پیش خب شاگردام، یک بار دیگه فن پیج ها، یک بار دیگه حالا دوستان آره متفرقه، باز دیشب یکی دیگه از دوستای عزیزم کیک گرفته بود، بعد چون کافی شاپ اینجا کوچیکه یه مقداری، ما رفتیم بالا این کافی شاپ بغل. اون شب هم مهمونای عزیزی داشتیم، خانم متین ستوده بودن، بله، خانم نامداری بودن و خانم گلچین بودن، اگر خانم گلچین بودن، بله. خب مادر و خاله خودم هم بودن جز مهمونا. رفتیم اون کافه بغل و بچه ها بهش مثل که گفته بودن که آهنگ تولد بذار، تنها آهنگ تولدی هم که داره این آهنگ. من اصلا اون موقع توجهی نکردم که کسی داره فیلم میگیره، بله. واقعا توجهی به این قضیه نکردم، کیک آوردن منم فوت کردم. میبینین داستان ها چقدر ساده شکل میگیره. دقیقا این ویدیو خلاصه دست به دست چرخید. حالا خانم نامداری بنده خدا هم فکر میکنم احتمالا مثلا چادر روی شونه شون بوده یا چیزی، ولی دیگه اون لحظه شکار شد و طبق معمول تیتر همه. ولی خب تناقضات تو جامعه ما زیاده دیگه. شما دیگه شاید کاریکاتورهاش رو دیدید کلن، که خیلی وقتها یه کاریکاتورهایی هست، خیلی هم اتفاقا
یه جورایی خنده داره وقتی آدم نگاه میکنه. خب دیگه حالا اینم شرطه شد جامعه ماست. تو گوگل سرچ کردم نوشته بود مرده کنه که بینیشون صرف میشه، مدام خودشون رو میخوانونن، نگاهشون رو میندازن زمین، مافیان. دروغ نمیگه، یعنی اینقدر برات مهم بود که رفتی تو گوگل سرچ کرد؟ باید پریسا خیلی ساده ایدی. خب چشم وا کردم دیدم مافیاست دیگه. نخمار چشتو وا کردی؟ آره دیگه، خب تعجبی نداره، تو همه عمرت متقلب بودی. خدا کی بود؟ تو بازی رو نگاه نمی کردی؟ نه نبی بود دیگه. میدونی چیه؟ یه روز قبل مرگش زنگ زد گفت مثل صد پشیمونه که با تو نامزد کرده. گاه خورد درست حرف بزن و مرده ها. من هر جوری که دلم بخواد حرف میزنم. ببین بهنم گفت اگه بیاد تهران همه چی رو برام تعریف میکنی که اجل مهلتش نده. پریسا یعنی تو با اون شوهر نره خره دعوات نمیشه؟ حالا یه روز زرتی بیافته بمیره تو کشتیش. یا سن بری بیرون یه چیزی بگی من میدونم. و تو چی کار ساسان؟ یا سمن ساسان چه میخواهید بکنین که یه مقداری کار بازیگری برای شما از حالت روتینش خارج بشه؟ به نظر میاد که یه حالت روتینی، یه حالت پیدا کرده. چون همه سعی تلاش هم میکنم از حالت روتین به طور مرتب یه سریال موفق، بعد دو سه تا تئاتر، دوباره یه سریال موفق. تجربیات جدید مثلا کارگردانی یا تغییر مدیوم ها، مثلا شما با سینما، یا شما میونه خوبی نداری یا سینما با شما میونه خوبی نداره. من خوبی دارم اگه دوستان بذارن. چرا باندورانت خودشو داره؟ اگه باندهای کوچیک و بزرگ سینما بذارم، اگه من خیلی میونه خوبی دارم. خب سریال خانگی که بازی کردم به زودی پخش شروع میشه. یکم بیشتر هم توضیح بدیم چی هستش؟ سریال ریکاوری کارگردانش بهادر اسدیه. فکر میکنم داستان خوب و جوان پسندی داره. از اواخر آبان دیگه پخش شروع میشه انشاءالله. چون حالا ما تا حدودی داستانو میدونیم، امیدواریم که برخوردهایی که با ممنوعه شد با ریکاوری نشه. نه نه موردی نداره. بله. مورد اونطوری نداره اصلا. بعد اینکه من اتفاقا از کلیشه ها و از این روتین بودن که شما میگید فراریم و به خاطر همین سر خودم رو با تدریس گرم میکنم، چون همش میترسم توی این دور باطل بیفتم و هی خودم رو بخوام تکرار کنم. واقعا من تابستون امسال خیلی از پروژه هایی که بهم پیشنهاد شد و خودم نرفتم و خوشحالم که نرفتم الان، و تمام هفته از اول هفته تا آخر هفته رو تو آموزشگاه مختلف تدریس کردم. الان هم مشغول در واقع یک دوره ای هستم با بچه هام که حدود 25-6 نفرن و یک دوره ایده تا اجرا دارم باشون که دی ماه رو صحنه میره. بسیاری کارگردانی خودم رو صحنه میره. فکر میکنم که خیلی لذت بخشه برام وقتی بچه هامو ببینم رو صحنن، واقعا لذت بخشه. سینما توی بازی با شما سر خوش نشون نمیده و اون رانتا باندا نمیذارن، تو کارگردانی چطور؟ چون میدونم که شما سابقه به هر حال آره خب خیلی در حوزه ساخت فیلم دارین، مخصوصا موقعی که استرالیا هم بودین. یکی دوتا کار کردین. از سال 82 فیلم کوتاه ساختن رو شروع کردم. 11 تا فیلم کوتاه مستند دارم. در استرالیا فوق لیسانس کارگردانی فیلم خوندم. بله. اونجا اصلا خیلی در تلاش هستم که در یک وقت مناسب و خوب اولین فیلمم بسازم. من دوربین گذاشتم اینجا. اونجا؟ آره دیگه خوبه. تقریبا از اینجاها رو میگیره با تا اینجا. نه یه ذره بیشتر اینجا. تا اینجا؟ آره تا اینجا. سلام. قضیه خیلی ساده است. من امشب یه مهمونی گرفتم که توش میخوام حسابمو با خیلی آسان. برای این مهمونی خیلی زحمت کشیدم. خیلی انرژی گذاشتم. نزدیک به 2 سال طول کشید تا بتونم اعتماد یه سری آدم رو جلب کنم و همشون رو توی یه شب ویژه دعوت کنم اونجا. آره با یاسمن شروع کن. یاسمن چطوره؟ یاسمن با توجه به اینکه سوژه اصلی قصه‌مونه به نظرم اولی توی فرقش نده. آره اولی توی فرقش. نوید چی؟ نوید؟ نوید ندیدم سوژش زیادی شله واسه اول فیلم. میدونی یه کسی باید باشه که یه کاریزمایی داشته باشه، یه جذابیتی داشته باشه، یه کاراکتری داشته باشه. فهمیدم. با کسی شروع کن که بیشترین آزار رو به من رسونده. خب با وحید. با وحید شروع کن. وحید
سلام عرض میکنم جناب آقای سنجاری عزیز، خیلی خوشحالم که برای یک نمایش دیگتون در خدمتون هستیم، نمایش بولدوزر. خوشحال میشم برای ما بفرمایین که در واقع چه شد که الان اینجا هستیم و این کار روی صحنه هستش. خواهش میکنم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون. منم خوشحالم در خدمتتونم. پیدایش اثری در واقع به نام بولدوزر برمیگرده به قبل از اون تاریخی که با هم گفتگو کردیم، یعنی من قبل از اون تاریخ قرارداد اینجا رو داشتم. بله. من معمولا در هر دوره‌ای چند اثر پشت سر هم رو مشخص میکنم برای در واقع همون فضایی که دفعه قبل صحبت کردیم، یعنی دغدغه ژانر که در منه، و در واقع بولدوزر به یک نحوی از شاخه دیگری از رئالیسم جادویی رو داره پوشش میده و توی حرفه من به نظرم لازم بود که این اثر هم روی صحنه بره، اثری که به نظر من اندکی نسبت به کارهای قبلی طیف وسیع‌تری از مخاطبان رو در بر میگیره. چیزی که برای من جالب بود وقتی که کار رو دیدم، همزمانی این کار با اکران فیلم سینمایی گرگبازی بود. بله. هر دو اثر، هم اون فیلم هم این نمایش، در واقع محور بازی مافیا هستش و هر دو یک جوری میشه گفت معمای جنایی داره، یعنی در هر دو قتل اتفاق میفته. خیلی تصادف جالبیه فکر میکنم. شما برای من بگین که چه شده که علاقمند شدن همه به این موضوعات و این داستان. من کاری ندارم به مسیری که دیگر همکاران میرن و قابل احترام هم هست برای من. این موضوعی که شما اون فیلم رو که من اصلا ندیدم و نه فرصتش رو داشتم تا الان، اما به نظرم در هر کاری ما باید پیشینی اونو بررسی کنیم. من نمایش بولدوزر رو 3 سال پیش فیلم سینمایی اون رو ساختم با نام دست شستن، با همین موضوع، با یک نزدیکی 95% به اون قصه، و شبنم قلی‌خانی همونجا این نقش رو بازی کرد. تاجاله. پس من اینو نباید پاسخ بدم، این رو دوستانی که بعد از من کار کردن باید پاسخ بدن، درسته؟ من وقتی که 3 سال قبل کاری رو کار کردم، یعنی 1 سال قبلش درگیر گرفتن مجوزهاش بودم و متنش آماده بوده و یک اثری از 4 سال قبل بوده، در حالی که فیلمی که شما میفرمایید چند ماه قبل ساخته شده. و به نظرم این پرسش باید از اون دوستان باشه، اگرچه من فکر میکنم که اونها هم بعید فیلم من رو دیده باشن. فیلم من 5-6 بار اکران خصوصی داشته، یا البته فیلمنامه اون در دست خیلی از دوستان بوده و بعدش هم در انتظار اکرانه. اما اون مافیای عجیب غریب و اون لجنکدهی که من اسمشو سینما میذارم، این گونه است که شما وقتی فیلم 4 سال قبل ساختی همچنان در انتظار اکرانه، ولی فیلمی که با اون موضوع 5 ماه قبل ساخته میشه میاد روی پرده. من اخیراً فیلم بازدم رو در سینما داشتم و از یک جا به بعد از جلسات پرسش و پاسخ هم استفاده کردم برای حمله بردن به سیاست اکران فیلم. اینکه چگونه میشه فیلمی مثل بازدم بعد از 3 سال انتظار اکران میاد روی پرده و در سالن‌های کوچیک نمایش داده میشه، و احتمالاً خیلی از دوستانی که الان اینجا حتی اصلا بی‌خبرن که فیلمی به نام بازدم روی پرده است، اما همون سالن‌ها میان فیلم‌هایی رو اکران می‌کنن و افتخارشون اینه که در یک روز 1 میلیارد می‌فروشه. جریان سینمای ما دنبال همین موضوعه. پس سوال شما رو من نباید جواب بدم. من فیلمساز مؤلفی‌ام و کسی هستم که این متن رو در 4 سال پیش نوشته. اگر دوستان دیگر با مشابهت به این اثر حرکت کردن، خب احتمالاً یا این فیلم رو ندیدن بندگان خدا، اونها هم در این مسیر رفتن، یا اینکه هر موضوعی باشه برای من جذاب نیست، یعنی من دنبال این قضیه نیستم که چرا مشابهت داره این دو اثر با هم. چه شد که برای خود شما در واقع این موضوع جالب شد؟ یه جورایی من خیلی دقیق شاید متوجه نشدم که بولدوزر واقعا چه میخواهد بگوید، چون به نظر میاد که ما به یه نتیجه میرسیم و بعد از همون نتیجه دوباره به یک نتیجه دیگه میرسیم و یه جورایی انگار هر چی که فکر میکنیم از هم میپاشه و یه چیز جدیدی شکل میگیره. البته که این قطعا نقطه ویژه کار هستش، نقطه امتیاز این کار هست. خودتون برای ما بگین که مفهوم اصلی این نمایش چه هست و قراره که چه پیامی رو به ما منتقل کنه. دو چیز در این کار وجود داره که هر دو رو شما در این مطلبی که فرمودید بهش تاکید کردید. اول عدم قطعیته، یعنی متن ما از همون پیدایشش به سمت عدم قطعیت میره،
به سمت اینکه هر بار میتونه اتفاق از شکل دیگه‌ای رقم بخوره. یعنی ما در صحنه آخر زمانی که خانم قلی‌خانی و پویا امیری دوباره دارن صحبت میکنن، میتونن از اتاق خارج شن و یک شکل دیگری این دور و این سیکل و این اوربیتال رو طی کنن. و نکته بعدی به این برمیگرده که ما چیزی داریم به نام خشونت دست به دست، خشونتی که از یک طیف به طیف دیگه و از یک سطح به سطح دیگه انتقال پیدا میکنه. ما در این اثر با آدم‌های مواجهیم که اگرچه بخشی از جامعه، بخشی از پیکره آدم‌های این جامعه و در مختصاتی حرکت می‌کنن که خودمون در اون هستیم، اما ناقل این خشونت دست به دستن و به نحوی همه ما در این دخیلیم. تزی وجود داره به نام History of Violence یا تاریخچه خشونت که در اون به همین اشاره میشه که این خشونت هرگز خشونت فیزیکال نمیتونه باشه، بلکه ما یک خشونتی داریم که مثل الکترون حرکت میکنه و آهسته آهسته یک انرژی جنبشی تبدیل میشه. و خشونت هم به نظر میاد باز از اون موضوعاتی هستش که هنرمندها به شدت روش حساس شدن و بهش این روزها میپردازن. واقعا همه گیر شدن اون یا شدتی در جامعه واقعی پیدا کرده، چه چیزی باعث شده اینقدر هنرمند حساس شده نسبت به این موضوع و این مسئله؟ آخه این چیزی که شما میگید یک پدیده جهانیه. من الان حتی به در واقع کلمه هنرمند مشکوکم. الان من حتی به این که حتی قائل به تعریف واژه روشنفکر باشم دیگه خیلی این تعریف رو نمیپذیرم. پس نمیتونم پاسخی برای سوال شما داشته باشم. مگه میشه ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که یک بار مثلا میان یک آدم رو فالو میکنن 4 میلیون نفر و فرداش تصمیم میگیرن که اون آدم رو به یک بار محو کنن؟ ما در یک همچین فضایی داریم زندگی میکنیم. خود این هم یک نوعی از خشونت، یک سطحی از خشونت و فرق نمیکنه. حتی در واقع من فکر میکنم ذهن امروزی یک در واقع هنرمند یا آرتیست در خودش شکلی از خشونت رو داره که در هر حال میتونه نقد کننده خودش باشه. من میتونم سال بعدیتون جواب بدم. به نظر مقدار زیادی آزرده این هم از فضای کاریتون و هم از مردم، درسته؟ و اگر درسته چرا؟ ببین قبول دارم تا حدودی یه دلخوری توی ادبیاتتون هست، یک جور رنجشی. ببینید من سالهای ساله که تکلیف خودم رو مشخص کردم با سینما، با ادبیات و با تئاتر، سه محور اصلی که توش دارم فعالیت میکنم و در هر ستای اونها هم به گواه آثاری که من منتشر شده در سطح یکش کار کردم. ببینید یک نوع خستگی، نه آزردگی. من دفعه قبل هم در گفتگو به شما گفتم که هیچ کس برای من فرش قرمز پهن نکرده که من بگم آخ من باید اجرا برم. من با میل خودم اجرا میرم و نباید هم غر بزنم، اما فضا دیگه خسته کننده است. ببینید بخشی از ما بالاخره در انحراف ذائقه مخاطب نقش داشتیم. ولی تا کی شما باید فیلم تجربی بسازی؟ تا کی باید قائل به تعریف چیزی به نام هنر تجربه باشی؟ و در عمل ببینی هیچ. شما اصلا با پدیده‌ای به نام دغدغه های یک کارگردانی که فیلمش در مسیر اکرانه مواجه بودید تا حالا؟ چیز عجیبیه. اینکه هر لحظه فکر میکنی اثرت میخواد چی بشه. و وقتی که فیلم میاد روی پرده عجیبه. من رفتم سینما هویزه مشهد، دعوت بودم اونجا. سینما هویزه یکی از ابر سینماهای کل آسیاست، یعنی پرده سینمایی که داره چیز عجیبیه. بله. خب منی که به دعوتشون رفتم، فیلم من در یک پرده کوچیک با 10 تماشاگر داره اکران میشه و اینها دلخوشن که فلان فیلم تجاری با چه ابعادی داره اکران میشه. خب چه باید گفت به این سینما؟ همه دنیا اینو میدونن که یک سری از آثار تغذیه کننده سینمای بدنن و یک سری از تئاترها تغذیه کننده تئاتر بدنه. تئاتر انسان انباری که شما از من دیدید دقیقا در اون مسیر بود. ولی خب چه کار میکنه این تئاتر که ما ناچاریم حالا بیاییم به سمتی که تماشاگر هم جذب کنیم؟ این هدف کار در واقع تجربی نبوده، هرگز همین این هدف رو نداشته. مگه میشه ما در یک سال اخیر، اصلا بیاییم 10 سال اخیر تولیدات سینماییمون رو نگاه کنیم، قطعا اگر بخوایم 10 فیلم شاخصش رو نام ببریم، ماهی و گربه، پرویز، کارهای آقای محسن امیریوسفی مثل
کار آخرشون که من فراموش کردم لحظه اسمشو، اینها همین جزء شاخص‌های آشغال‌های دوست داشتنی. نه آشغال‌های دوست داشتنی هم بعد از اون کاری که بعد سال‌ها روی صحنه اومد، منظورم از آخرین کار، آخرین کاری که اکران شد، خواب تلخ رو. خب اینها جزء شاخصان یا احتمال باران اسیدی. من اصلا قبل تر از اون آتشکارشون هم جزء بله. فیلمای خیلی خوب. ما اگه 10 فیلم برتر سینمامون رو بخوایم بگیم، 6 تا یا 7 تا اونها در هنر تجربه. ولی خود آقای مکری میگن که ماهی و گربه بخش زیادی از استقبالش رو مدیون اکران در گروه هنر تجربه. شاید در اکران عادی اینقدر نمیفروخت، ولی در هنر و تجربه خود من اینجا شهادت میدم که برای پیدا کردن یک بلیط اون فیلم خیلی تلاش کردم و سینما و سانسی رو بالاخره پیدا کردم، تونستم فیلم رو ببینم و همه سانس هاش پر رفتش. قطعا شهرام عزیز اشراف بهتری به فیلمش داره، اما مسئله اینجاست که گاهی وقتا وقتی یک فیلم ساخته میشه دیگه ما نمیتونیم راجبش پیش بینی کنیم. مثلا شما میتونی الان راجب تئاتر من حرفی رو بزنی که من نمیتونم راجب اثر خودم بگم، چون ممکنه که من از زاویه دیگه ای دارم نگاه میکنم. بله به نظر من ماهی و گربه یکی از بهترین و درستترین فیلم هایی بود که در سالهای اخیر ساخته شده و در هر جایی که اکران میشد میتونست، اما تبلیغات خیلی خوبی هم البته براش انجام شد. تجربه چیزی بود که من بارها در مصاحبه گفتم، ما دو واژه تجربی بودن و هنری بودن که دو تا استاندارد هست برای هر فیلمی در سطح جهان، پای فیلم هامون میکوبیم و میگیم در گروه هنر تجربه اکران شد. این دستاورد کمی نیست. اینجا بیشتر معنیش اینه که این ارزش اکران عمومی نداشت. ببینید یک چیزی متاسفم اینو میگم، ولی به نظر من واقعا همینه. ما داریم میگیم که این ارزش اکران عمومی و اکران سرگروه دادن و اینها رو نداشته. قطع شد صدای من. ببین یه جمله دیگری من بگم که خیلی تو این زمینه مهمه، دور شدیم از تئاتر. اینها تعمدن به مسیری میرن که بگن نگاه کنید فیلم های هنر تجربه مخاطب نداره، نگاه کنید تئاتر آزاد در واقع نگاه متفاوتی داره و مخاطب نداره، حالا چیکار کنیم؟ بریم به همون سینمای بدنه بچسبیم، بریم به همون تئاتری بچسبیم که حمایت های دولتی داره ازش میشه. بحث سر اینه، کسی اومد بپرسه تو این 7-8 سال اخیر ما به چه شکل داریم تئاتر میسازیم؟ نه. به چه شکل داریم فیلم هنر تجربه میسازیم؟ نه. یک دقیقه فیلم من در تلویزیون در واقع تبلیغ نگرفت، به هیچ جوابی، سکوت، فقط حتی نگفتن پخش نمی کنیم تیزر تو، یک بیلبورد به ما ندادن. در اینجا هم همینه. ببین اگر میبینید این تئاتر استقبال ازش شده فقط به خاطر بازیگراشه، به خاطر تلاشی که این مجموعه داره برای فروش میکنه، وگرنه باز ما با کدوم اهرم داریم پیش میریم؟ رفی شد شکیه من به چند دلیل صدف دل نه بعد دل است. نگار بالا. نگار. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. شب شده، چشماتون رو ببندید. شب شد، شب شد، شب شد، شب شد. شب شده، چشماتون رو ببندید. این دقیقا کیه؟ مافیا چشماشو باز کنه. مافیا یه نفر رو بکشه. مافیا چشماشو ببنده. دکتر چشماشو باز کنه. دکتر یه نفر رو نجات بده. دکتر چشماشو ببنده. پلیس چشماشو باز کنه. پلیس یه نفر رو استعلام کنه. پلیس چشماشو ببنده.
ماجرای شما و بولدوزر به چه شکلی شروع شد و این نقش براتون چه چالشی داشت که اون رو پذیرفتی؟ ماجرای من و بولدوزر برمیگرده به کنسرت آقای سالار عقیلی که من اونجا یه حالت کنسرت نمایش طوری بود که من به اتفاق خانم فرجاد بازی میکردم و خانم قالی خانی که خب حالا دوستی دیرینه با هم داریم اونجا برای اولین بار من رو صحنه دید و خیلی هم تعریف و تمجید داشتن از من، لطف داشتن به من و منو به آقای سنجابی پیشنهاد کردن. آقای سنجابی با من تماس گرفتن و نمایشنامه رو فرستادن. نمایشنامه برای من یه سری فاکتورها و یک سری معیارهایی که داشتم جور در اومد و خلاصه قرار به این شد که با دوستان همکاری کنم. بسیار عالی. آقای امینی، یک نکته همیشه در مورد شخص شما برای من جالب بوده، فکر میکنم برای خیلی مخاطبینه که شما رو میشناسن و دنبال میکنن مسئله جالبی هستش، برای کسانی که پروسه تلویزیون و سینما رو دنبال میکنن. شما در سالهای شروع جوانی وقتی خیلی کم سن بودین، در واقع با یکی دوتا کار بسیار پر سر صدا به یک شهرت بسیار زیاد و سریع رسیدین. یه جورایی یه جور آدم احساس میکنه، یعنی شما برای ما بگین رازش چیه؟ تمام دوستانی که با شما در سریال خط قرمز همون شهرت رو و همون اوج رو تجربه کردن به شدت و به سرعت از دنیای سوپرستاری و اون شهرت دور شدن. فکر میکنم دیگه کمتر کسی حتی از آقای گودرزی خبری داره و حتی هیچ کس نمیدونه که ایشون، یعنی مخاطب و ما و خیلی ها دیگه، اصلا حتی نمیدونن ایشون کجا هستن. شهرام حقیقت دوست که اون موقع واقعا سوپرستاری بود، بعدها یه جورای دیگه ساکن همیشگی دنیای خلوت و بدون هیاهوی تئاتر شد و هر از گاهی یه کارهای سریال و فیلمی خیلی به ندرت، اونم نه از اون کارهای به قول معروف بازم خیلی ستاره ای و اینا، یه جور فاصله شد. و دوستان دیگه همینطور، خود شما هم همینطور. اینکه اصلا من میبینم شما آقای حقیقت دوست و خیلی دوستان دیگه اینقدر تئاتر کار میکنین، اینقدر فاصله گرفتین، درسته که برای شما یک موقعیتی فراهم شده بود که شما در اون موقعیت میتونستین همینطور هی برین اوج رو. چه شد؟ چه اتفاقی افتاد که در واقع این فاصله ایجاد شد؟ این انتخاب شخصیتون بود یا مسائل و مصائبی پیش اومد یا در روحیه خودتون نمیدیدین اون فضا رو؟ اول که من خیلی با نظرات شما همسو نیستم. اولا که خب شهرام هنوز که هنوزه در اوجه و به نظر من یکی از بهترین بازیگرای فعلی ما هستش که هنوز داره توی ردسانی جوان ها بازی میکنه. شهرت هست و یعنی در خوب بودن ایشون که شکی نیست. در هر صورت توانایی بچه ها خب نشون داده که از پس کارهای بزرگ برمیان و قطعا همینطوره. من همون شهرام رو مثال میزنم که خب تا حدی با شرایط و به اصطلاح زندگی شخصیش هم نزدیک هستم و جزو دوستان صمیمی من هست تو عرصه هنر. نه اتفاقا خیلی استقبال میکنم از ایده ها و تفکرات جدیدی که ممکنه حالا تو کارهای متفاوتی پیش بیاد. شهرام دو سه تا کار درخشان داره، دو سه تا سریال خیلی خوب داشت بعد از خط قرمز، حالا صرف نظر از فیلم های سینمایی که بازی کرد و خب تو اونام خیلی خوب خوش درخشید. ولی خب ببینید یه مطلبی که وجود داره اینه که دغدغه شخصی هر کدوم از ماها متفاوته. به فرض ایمان اشراقی که حالا بعد از 17 سال مجددا باش من هم بازی شدم، خب دغدغه پزشکی داشت و طبیعتا نمیتونست خیلی پرفکت دنبال فضای به اصطلاح هنری باشه و من واقعا باعث افتخار و مباهاتم هستش که یه همچین جوونی میاد حالا توی با اون شرایطی که اون موقع وجود داشت میاد انقدر خوب پیشرفت میکنه و من به جد حتی به چند تا از دوستای همکار خودمونم گفتم که من واقعا تشخیصهای ایمانو خیلی قبول دارم و
حالا هرچند ممکن اصلا تخصص اون مطلبی که حالا بهش مراجعه میشه رو نداشته باشه، ولی خب انقدر ماشاءالله خوب میفهمه و درک میکنه که خب من خودم خیلی خیلی قبولش دارم. بله. هر کدوم از ما، حالا علی منصوری دغدغه موسیقی رو داشت، خیلی موسیقی رو جدی دنبال کرد، یا عرض به حضور شما که شهرام عبدالی هم همینطور، تک تکمون حالا یه مقدار ما رو خواستن که یک جور چی میگن، یک جور بایکوت ناخواسته انجام دادن توی اون دوره، چون احساس میکردن که خب شاید یه هم ما خیلی زود داریم ترقی میکنیم و نباید این اتفاقی بیفته، در صورتی که من معتقدم همه ما سرمایه های تلویزیون بودیم و اگر تلویزیون یه مقدار هوشمندانه تر عمل میکرد میتونست از این سرمایه به نفع احسن به نفع خودش استفاده بکنه. به دست آوردن شهرت خیلی دنبالش نیستم و دنبالش نبودم، ولی خب در صورت خط قرمز این کار رو با ما کرد، حالا کما اینکه خب پیش از اونم در قلب من یه همچین اتفاقی رو برای من شکل داده بود، ولی واقعیتش اینه که هدف نبود برام و هنوزم نیست. و اون چیزی که من بیشتر دنبالش هستم اینه که بتونم تجربیات متفاوتی رو داشته باشم، نقشای متفاوتی رو تجربه کنم و نقشای متفاوتی رو بازی کنم و خودم رو به چالش بکشم، ببینم چجوری میتونم از پسش بر بیام. این برای من مهمتره، ولی خب میگم یه سری چیزاش ناخواسته بوده، واقعا ما دنبال، یعنی با فکر و با هدف از پیش تعیین شده نبوده برای ما، ولی خب رسم زمونه است دیگه، بالاخره این گنبد دوار یه جوری میچرخه که یه وقتی شما این کار رو انجام بدی، یه وقتی یه کار دیگر رو انجام بدی. یه شب و دوست زنه من چینسته آبا میخوام این باده که آقای بکش پایی اینجیز که خبره کارت دارم مفیاش اینه بیشون تو موبایلت بازه پنپا به مام که وقجه بشه این باید وقجه دوربین من ارتباط برقرار کن. نمیشه با عمت ارتباط برقرار کنه. چه خبره پایان نماز؟ تحقیقه؟ زحمت سه ساله بود پایان نماز دارم. خب سه ساله بود میشینی همین میگه زیاد نه این فیلم. ما که دیگه کارمون رو بلد. اون راز وقت بگیرم. پریسا راجب خودش و تو همه چی اونم بود. منو پریسا خانوم آخه سننه. صد بار گفتم یارو خودش کلید کرده بود. آخه تو همه سه ساله گیر میدی اون قضیه رو اصلا شاخ کردی بابا بگذر دیگه. درسته خیلی سال ازش گذشته، خیلی سال قبل از ازدواج من و پریسا بوده، ولی تو بد شرمیتی بلش کرد حامله بی پول و شرایطی که اون داشت، پدر مادرش ممکن بود بکشنش. چی میگی داشت سستم؟ آخه ساقی تو چرا عوض میکنی؟ صد بار گفتم از رازمیک بگی. منم مردم حامله؟ حامله از کجا آوردی سستم؟ بابا جنسش به مولا فعلی بوده. میگم عدل عدلش آخر آخرش ما تو بایدیم سینما حالا بر فرض تو تاریکی زانوی به زانوی خورده شما میری سینما حامله میشی. از بولدوزر خیلی فاصله گرفتیم، نمیخوام دور بشم. از کار با آقای سنجابی برای ما بگین و اینکه به هر حال موضوع خیلی روزی داره این بحث خشونت و حالا این سبک رئالیسم جادویی هم که به خودشم گفتم شاید یه جوری شبیه کارهای دیوید لینچ و اینا میمونه، حالا در مقیاس خیلی چیزی، ولی همون دوره رو مثلا آدم براش تداعی میشه. ببینید صرف نظر از این که میگم واقعا با آرش خیلی دوستم و خیلی اوقات میشنیم با هم گپ میزنیم، خیلی بحثای چالش برانگیزی هم با هم داریم، ولی واقعیت قضیه اینه که من حالا اون سبک و سیاقی که آرش توی کارگردانی داره رو شاید خیلی موافقش نبودم، ولی احساس میکنم که خب سوژه‌ای که
داره کار میشه و نمایشنامه‌ای که جهت همین کار نوشته شده خیلی حرف داره و حس میکنم که به قول شما دغدغه روز مردم کوچه و بازار امروزمون هست و احساس میکنم که باید یک این مقدار بیشتر روی همچین سوژه هایی فکر بشه و کارهایی توی این سبک و سیاق بیشتر ساخته بشه تا مردم یه مقدار بیشتر فکر بکنن، یه مقدار بیشتر این فاصله گرفتن، یعنی وقتی که واقعیت این خشونت رو ببینن. حالا یه دوستی داشت میگفتش که خیلی از دلایلی که شما حالا طراحی کردین دلیل نمیشه برای اینکه آدم دست به یک خشونتی بزنه در این حد. گفتم که آره درست میگی. حتی یه نگاهی به صفحات روزنامه بندازم میبینن حتی چیزای ساده تر از این هم الان منجر به قتل و جنایت اینا میشه. نه اصلا بحث من چیز دیگه ای بود. بله. گفتم که با خیلی کوچیکتر از این هم اصلا تو میتونی یک زندگی رو زیر و رو کنی. بله. با یک دونه از این موارد. منتها متاسفانه ما نمیایم فکر بکنیم و فقط به این فکر میکنیم که اگر ما جای اون آدمه بودیم این کار رو انجام میدادیم یا نه. من مثال خفاش شب زدم. حالا اون زمان جوونی ما خیلی باب شده بود چون ما تو تحلیل شخصیت و این چیزا خیلی راجع به اون آدم خیلی صحبت می‌کردیم. سوژه روز اون زمان بود اگر خاطرتون باشه. خیلی سر صدا به پا کردیم. بله. 77-78 اگر اشتباه نکنم. بله. با یه اتفاق خیلی کوچیک‌تر دست به یک اتفاق خیلی بزرگتر زد برای انتقام‌گیری از اون دورانی که گذرونده بود و اون شرایطی که سفری کرده بود. ببینید این یک واقعیته. در هر صورت هر اتفاقی که میفته قبلش یه جریانی پیش اومده، یه تفکری رو در اون آدمه شکل داده، یک عقده‌ای رو در اون آدمه به وجود آورده که اون بیاد حالا تبدیلش بکنه به این که یعنی خودش رو توجیه بکنه که بره اون کار رو انجام بده و اون حرکت رو بکنه. روی اصل من معتقدم که خیلی بیشتر کارهایی که با این سبک و سیاق هست و باید بیشتر راجبش بحث بشه، فکر بشه، متاسفانه کمتر ساخته میشه. حالا چه تو تئاترش، چه تو تلویزیون، چه تو سینماش. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. خوشحال شدم از صحبت با شما و امیدوارم که بتونیم در فرصت‌هایی برای گفتگوهای مفصل و اختصاصی در خدمتتون باشیم. منم خیلی خوشحالم از اینکه بعد از مدت‌ها باز در خدمتتون بودم و امیدوارم که همیشه موفق باشید. متشکرم از شما. زنده باشید. هر کسی ممکنه هزار جور کثافت‌کاری داشته باشه. ولی بهتره انقدر شرف و وجدان داشته باشه که پای تک تک اون کثافت کاریش بایسته تو هم سرکون داشته باشیم. این فیلم نشون میده که هیچی تو دنیا پاک نمیشه، بالاخره یه جا سر میشه. حالا برو از مهمونی لذت ببر. سیسشا منو لطفا نشه شد برده.